موتور چی بخرم؟ 120 برق، 150 یا 200؟ 200 سنگینه، دو تا دستم آوردم. این ویدیو به درد همه میخوره، چه اونایی که موتور دارن چه اونایی که موتور ندارن. چند وقت دیگه هوا داره گرم میشه، بازار موتور داغ میشه. این سوال برای همه تون پیش میاد که چه موتوری بخرم، کدوم بهتره، کدوم شتاب و قدرتش بیشتره. پس جایی نرو، همراه ما باش. تو سال 1326 اولین فعالیت موتورسواری ایران توسط موتورسیکلت اشتوگارد انگلیسی که توسط مخترعان آلمانی تو سال 1885 تولید و طراحی شده بود وارد ایران شد. یعنی یه جورایی میخ موتور انگلیسی‌ها کوبیدن تو ایران. در اواخر دهه 40 شمسی سر و کله موتورهای ژاپنی پیدا شد، دفتر باز شد و عشق آغاز شد. آقا همین الانی که ما داریم زندگی میکنیم، هر کسی که هر موتوری سوار میشه، چینی، هندی، ایتالیایی، فرق نمیکنه، غیر مستقیم و مستقیم داره روی تکنولوژی ژاپن سوار میشه. ژاپن تو موتوراش کیفیت، نرمی و سهولت در رانندگی رو به موتور سوار هدیه میده. به خاطر همینم هم از کلن ژاپن عشقه. ژاپن 100 سال پیش پرچمش تو همین الان بالاست. کاری که صنعت ژاپن با دنیا کرد هیچ مخدری نکرد. حالا در مورد معشوقه اکثر ما ایرانی ها هوندا 125 بریم یه اطلاعات کلی در موردش براتون توضیح بدیم. درست قبل از هوندا 125 خیلی موتورهای دیگه اومدن، ولی موضوع ویدیو ما در مورد هوندا 125 که حالا میپردازیم به حالا 150 بهتر یا 200. اگه میخوای درک درستی از این ویدیو داشته باشی، این ویدیو رو باید اولش و وسطش و آخرش رو قشنگ ببینی، مخصوصا آخرش که نکته‌های طلایی در مورد خریدن موتور بهت میگم که خیلی میتونه کمکت بکنه. پس جایی نرو، همراه ما باش. آقا اصلا این هوندا 125 چیه؟ از کجا اومده؟ بریم یه مقدار در موردش اطلاعات بهتون بدیم. یه موتور ژاپنی تکسیلند 4 زمانه که توسط کمپانی محترم و بزرگ و شکوهمند هوندا از سال 1976 تا 2008 برای کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران تولید میشد. یعنی اکثر تولیداتش رو برای این کشورها انجام میداده. این موتورسیکلت تو دو مدل CG که همون چراغ گرد میشه و CDI که همون چراغ چهارگوش هست تولید و روانه بازار شد. حالا فرق CDI و CG چیه؟ ما زیاد نمیخوایم واردش بشیم. یه نکته کلی بهتون میگم. CG و CDI اصل، من با اینایی که حالا دارن جدیدن تولید میشن کاری ندارم. CG و CDI اصل ژاپن. فرقشون چیه؟ فرقشون توی سیستم جرقه زنیشونه و ظاهرشون. حالا ظاهرش که همون گرد و چهارگوشه میشه، سیستم جرقه زنی CG دارای پلاتین بوده، اما CDI دارای یه ترانزیستور بوده و سیستم جدیدتری هم داره دیگه. به خاطر همینم بود که CDI اومد جایگزین CG شد، چون پلاتین یه مقدار اذیت میکنه ولی ترانزیستور به کلی مشکل رو حل میکنه. این شد یه بیوگرافی خیلی مختصر و مفید در مورد موتوری که میخوایم امروز نقد و بررسیش بکنیم. پس جایی نرو، همراه ما باش. آقا ما تو این ویدیو در مورد موتورا 125، 150 و 200 چند تا نقاط ضعف میگیم، چند تا نقاط قوت. این کلیپ رو ما سعی کردیم عادلانه بگیریم، یعنی نزنیم تو سر 150 125 ببریم بالا، یا بگیم 200 خوبه بقیه آشغال به درد نمیخوره. ما تو این ویدیو قشنگ نقاط ضعف، نقاط قوت رو میگیم تا شما بتونی یه انتخاب درست داشته. آقا نقاط قوت 125 با این میخوایم شروع بکنیم. 1. قیمت پایین. آقا قیمت موتور 125 واقعا یه قیمت منصفانه است، عادلانه است، قیمت پایینی داره نسبت به موتورهای تو بازار. حالا من کاری ندارم موتورهای هست مثل 70 سی سی و 110 سی سی که قیمتش پایین تر از 125، ولی من دارم میگم یه موتور روز که مدارک داره و شما به صورت قانونی میتونی سوارش بشی. پس شد اولین مورد نقاط قوت 125 قیمت پایین. دومین نقطه قوت 125 اینه که آقا لوازم یدکیش راحت همه جا گیر میاد. شما توی سوپرمارکت هم بخوای بری لوازمش هست، تو شهرستانا هر لوازم یدکی تو شهرتون پیدا میشه، تو هر لوازم یدکی هم لوازماش هست. نیاز نیست بلنشی بری نمایندگی، نمیدونم بری شرکت های واسطه ای رو پیدا بکنی، هر جنسی از این موتور بخوای تو شهرستانا، تو شهرهای کوچیک، تو شهرهای بزرگ همه جا پیدا میشه.
دومیش پس شد چی؟ راحت پیدا شدن قطعات یدکی موتورسیکلت 125. آقا سومین نکته مهمه که نقطه قوت این موتور حساب میشه اینه که آقا مصرف بنزین پایینی داره، استهلاک کمی داره. شما یه باک بنزین که با این موتور بزنی یه هفته تو استفاده معمولی میتونی استفاده بکنی، به چرخی بگردی کوچه خیابون. ولی حالا اونایی که حالا میرن مسافتهای زیادی و طولانی طی میکنن، خب اون مسئلهش فرق میکنه، اونا نیاز دارن که بیشتر بهش بنزین بزنن. ولی در کل موتور 125 موتور کم مصرفیه، خیلی نسبت به موتورهای تو بازار مصرف بنزین پایینی داره. آقا چرا معذبی؟ باز چی معذبی؟ شمایی که داری ما رو نگاه میکنی داداشیامونی، معذب نباش. سوالی داری بپرس تو کامنت ها، اگه بدم بود ما ناراحت نمیشیم، به دل نمیگیریم، جواب میدیم، تمام کامنت ها رو جواب میدیم. الکی پس خجالت زده نباش، اومدیم توی جمع دوستانه داریم اطلاعات همون میبریم بالا. حالا اون چیزی که من نمیدونم شما تو کامنت ها اضافه میکنی بقیه میفهمن، اون چیزی که من میدونم اینجا اومدم بهت بگم که شما اطلاعاتت بره بالا. پس الکی پیچیدش نکن، معذبم نشو، راحت آروم ریلکس همه داداشیان. بریم مورد چهارمو بررسیش بکن. آقا چهارمین مورد انعطاف پذیری این موتوره. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وزنش کمه. موتور که وزنش کمه جابجایش آسونه، روندنش آسونه، فرمونش هم که دیگه حالا هر چقدر میخوای میچرخه. نسبت به فرمونهای دیگه، موتورهای دیگه هستن مثلا مثل آپاچی، بنلی، اینا دور فرمون پایینی دارن. شما مثلا میخوای توی کوچه بپیچی یا توی فرعی بپیچی حتما باید یه دور فرمون بگیری، ولی اینو نه، هر جا که خواستی میتونی بچرخونی چون دور فرمون زیادی داره. آقا نقطه های قوت این موتور که شنیدی، بریم حالا یکم از ضعفاش بگیم، یکم بزنیم تو سرش. هر موتوری که تو دنیا تولید میشه یه نقطه قوت داره یه نقطه ضعف داره. اون کسی که ادعا میکنه میگه موتور من فقط نقطه قوت داره، اصلا هیچ ضعفی نداره، اون فقط میخواد چی؟ موتور رو بفروشه. شرکت های تولیدی میدونی میان چی کار میکنن؟ میان فقط از نقطه های قوت موتور میگن، از خوبی های موتور میگن. نمیدونم موتور ما جلوش ABS، عقبش ABS، خوبه فلانه، انجینش نمیدونم فرانسه است فلانه بیساره، اینا همه رو میگه، ولی میذاره ضعف های موتور رو خودت تجربه کنی. و شما بعد از 2 سال 3 سال که سوار موتور میشی با پوست و گوشت و خون خودت قشنگ ضعف های موتور رو درک میکنی. حالا ضعف موتور 125 چیه؟ اولین ضعف بزرگی که این موتور داره همین دره برداشته. اینجا نگاه کن، اینو 3 سال 4 سال که پشت سر هم سوار بشی هر خدایو میخوای بیاری بیا، نمیدونم واسه کاسه نمد ژاپنی عوض کنه، اورینگ ایتالیایی بندازه، چسب نمیدونم از خارج اومده واسه بزنه، هر کاری بکنه، بعد 3 سال 4 سال جای کاسه نمد اینجا گشاد میشه، از پشت بوبین روغن میریزه. حالا برای بعضی زیاده برای بعضی کمه، این مشکل رو موتورهای 125 دارن. هر کیم گفته من این مشکل رو میتونم حلش بکنم موقتیه، شاید مثلا ببری درست بکنه 2 ماه 3 ماه خوب باشه، بعد 2 ماه 3 ماه دوباره شروع میکنه به روغن ریزی. این مشکل رو اکثر اون هوندا 125 جایی دارن که استارتی نیستن و نگاه کن یه فرم دربرق ساده ای داره. اونایی که حالا شیرویی ان، اونایی که حالا بوبینشون تو روغنه، اونا قضیهش فرق میکنه. تو 150 اومدن این مشکل حلش کردن. بریم سراغ دومین نقطه ضعف این موتور. آقا هر کی که این موتور رو سوار شده اینو فهمیده، این موتور سواری خشکی داره، سواری زیاد لذت بخشی نداره واسه مسافت‌های طولانی. این موتور واسه چی طراحی شده؟ اینی که مثلا شما از انتهای شهرتون بیای سر شهرتون آقا یه چیزی بخرید، یا بری مثلا باش نونی سبزی چیزی تهیه بکنی، این به درد مسافت‌های طولانی نمیخوره، چون اصلا این طراحی که نگاه کن صافه، این طراحی صافه و کمک فنرهایی که توی این موتور استفاده شده اصلا جلوی ضربه رو به خوبی نمیگیره و شما بعد از 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت که روی این موتور میشینی شونهات مخصوصا این پشته احساس گزگز میکنه، احساس درد میکنه. به خاطر چیه؟ به خاطر که توی این موتور طراحی راحت براش تعبیه نشده متاسفانه. خب
سومین مشکلی که این موتور داره فنر هندلشه. فنر هندلش چیه؟ آقا موتوری که استارت نداره با چی روشن میشه؟ با هندل. وقتی که شما میای از هندل هی استفاده میکنی، مثلا میخوای بری جای موتور رو مجبوری خاموش بکنی، میای روشن میکنی باید هندل بزنی، دوباره موتور خاموش میشه دوباره هندل میخواد، هندل میخواد، هندل میخواد. این تعداد زیاد هندل زدن باعث میشه چی؟ شفت هندل داخلش یه فنر داره، اون میبره. و این لامصب هم یه جوری طراحی شده که شما بخوای یه فنره مثلا قیمتش 15000 تومان بیشتر نیست، میخوای عوضش بکنی باید مثلا 300000 400000 اجرت تعویضشو بدی، به خاطر که این موتور باید تیکه تیکه بشه. به اصطلاح تعمیرکارا میگن اصطلاح پله بشه، موتور پله بشه، تیکه تیکه بشه که اون قطعه عوض بشه. و این یه چیزی هم هست که چی؟ مصرفیه. شما عوض میکنی، مثلا میای هزینه میکنی عوض میکنی، بعد میبینی یک سال دیگه دوباره شکست. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که شفت هندلا رو اولا میان جنسشو بد میزنن، دوم فنری که توش استفاده شده فنر خشکیه. خب وقتی که شما زیاد هندل میزنی این حالت خودشو از دست میده، اون فنریت خودشو از دست میده. خوشی هم که هست شما هم داری فشار میایه، ماشاءالله همه تون جنگی و دعوایی و بزن بهادر، این هندل رو که میزنی محکم میزنی دیگه، تو کار نیست که موتور یواش بزنی، هندل رو یواش بزنی، جنگی و همه محکم هندل رو میزنی و این چی؟ میره بالا دیگه نمیاد پایین. حالا بعضی ها میان چیکار میکنن؟ فنر هندل بیرونی میذارم براش، اما من یه دونه میارم فنر هندل بیرونی. خب این یه ایرادی داره. ایرادش چیه؟ مثلا شما اومدی موتور رو میخوای بفروشی، الان دیگه ماشاءالله همه یه با کارشناسی هم برای خودشون، همه انقدر موتور خرید و فروش شده، انقدر این موتوریه که همه جا هست و همه در موردش صحبت میکنن، میدونن که آقا اولین چیزی که یارو میاد نگاه میکنه اینه، اینو میاد نگاه میکنه. اگه ببینه این رو موتورت هزار تا عیب و ایراد بذاره رو موتورت، راستم میگه این فنر وقتی میشکنه میدونی چی میشه؟ احتمال اینکه فنر بیاد لای دنده‌های گریبوکس زیاده. وقتی بیاد روی دنده‌های گریبوکس چی میشه؟ واسه دنده 1 تا 4 اشکال ایجاد میکنه، عیب و ایرادای موتور میزنه بیرون. مثلا شما دنده 3 زوزه میکشه، دنده 2 زوزه میکشه، میخونه برات، میرخصه. اینه. خب سر اینه میگن که اینو نباید کسی که موتور، مثلا موتور داریم مدل 94 خوشگل عروسک، ولی طرف میاد اینو که میبینه میگه آقا این موتور باید باز بشه، این ایراد داره، ارزش موتورت مثلا 12 میلیونه، میگه آقا من اینو 8 تومن بیشتر بر نمیبرم. و شما میسوزی که چی؟ به خاطر یه فنر 15000 تومانی ارزش موتور 4 میلیون تومن، 4 میلیون تومن، و به خاطر یه فنر 4 و به خاطر یه فنر 15000 تومانی موتور 4 میلیون تومان ارزشش افت کرده. به خاطر اینم است. خب فلسفه موتور 125 ببندیم بیایم بریم سراغ موتور 150 سی سی. آقا موتور 150 سی سی یه موتوریه که زیاد جذاب نیست، زیاد خوش بخرم نیست، زیاد خوش فروشم نیست. میدونی چرا؟ بذار یه مثالی برات بزنم. کسایی که آردی دارن، آردی دارن، خرج 405 میکنن که راه بیفته، ولی سواری پیکانو داره بهشون میده. اینم دقیقا همینه. شما رو موتور 150 نه شتاب و قدرت 200 رو داری، نه کم خرج بودن 125 رو داری. حالا بریم نقاط قوت این موتور رو بهتون بگیم. اولین نقطه قوت این موتور اینه که شتاب و قدرتش نسبت به 125 بیشتره. خب به خاطر که 25 سی سی بیشتره نسبت به 125. و حالا تو اون شتاب و قدرت اولی یه مقدار سرعت بیشتری رو به شما میده نسبت به 125. دومین نقطه قوت این موتور، موتور 150 سی سی، اینه که آقا موتور 5 دنده است. موتوری که میشه 5 دنده فشار کمتری روی گیری بوکس میاد و شما میتونی سرعت بیشتری رو با موتور بری. حالا بچه‌ای که موتور 150 سوار میشن، اونایی که 150 5 دنده دارن، میگن دنده 5 احساس میکنیم که یه دنده دیگه موتور میخواد و موتور هنوز زور داره. خب اینم یه
مشکلیه که 150 دارن. سومین نکته استارتو نگفت، نزدیم که داشتن استارت. سومین نقطه قوت موتور داشتن استارته. خب شما وقتی که موتور استارتی داری خب راحت تره دیگه. خیلی از بچه ها میگن تو هوندا، حالا 125 150 200 داشتن استارت یه چیز مسخره ای، اصلا استارت به درد نمیخوره. نه، کی گفته؟ شما اگه حواست به استارتت باشه و یه باتری مناسبی داشته باشی همیشه استارتو داری. حالا صبح سر صبح حوصله نداری استارت میزنی موتور روشن میشه. حالا میگن بچه ها سر صبح حتما باید با هندل موتور روشن کنی. نه آقا، ساساتو بکش، اگه کاربرات تنظیم باشه و باتریت هم جون داشته باشه قشنگ استارت میزنه موتور و روشن میشه. خب بریم حالا دنبال نقطه ضعف موتور کن. آقا این همه داریم زحمت میکشیم، یه لایک پای ویدیو نمیندازی؟ بنداز خدا وکیلی. بعدشم ما بعد از اینکه ویدیو رو تموم کردیم تو ویدیوهای بعدی میخوایم بگیم که از چه برندی خرید بکنی. کویر خوبه، NMS خوبه، پرواز خوبه، نمیدونم احسان خوبه، آشیل خوبه، اینا خوبه، رهرو خوبه. بچه اتاق فرما میگن رهرو هم بگو. آقا رهرو هم موتور خوبیه، ولی اینا همه رو باز میذاریم که 125 چی بخرم، 150 چی بخرم، 200 چی بخرم تو ویدیوهای بعدی میذاریم. پس کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن. اینجا داره میاد یه دونه اون پایین ویدیو اون گوشه یه دونه دکمه سابسکرایب داره، روش کلید بکن، میاد پایین زده مشترک شدن. اگه فارسی هستی زبون گوشیت فارسی، زده مشترک شدن. اگه هم که انگلیسی زده سابسکرایب. آقا اگه کامنت انگلیسی هم برامون بذاری خیلی خوبه نسبت به کامنت های فارسی. حالا بچه‌ای که سوال دارن ما سوالشون رو جواب میدیم، ولی یه دونه کامنت انگلیسی هم بذاری خیلی خوبه. سابسکرایب کردی اون زنگوله بغلش هم باید فعال بکنیم، وگرنه مشترک شدن شما اضافه نمیشه، چون یوتیوب شما رو ربات تشخیص میده. بریم حالا نقاط ضعف این موتور رو بهتون بگیم. آقا نقطه ضعف موتور 150، من فکر میکردم که فقط من این مشکل رو دارم، ولی مشتریایی که حالا به ما مراجعه کردن ازشون سوال کردیم اونا هم دقیقا حرف من رو تایید کردن. 150 هر چقدر شما تمیز نگه داری، هر چقدر بهش رسیدگی بکنی نسبت به 125 بازم میبینی موتور لش میشه. موتور اون چجوری بهت بگم، اون بنیه اولیه‌ای که روزای اول از کارخونه اومده نداره و شما میبینی که بابا من روغنو دارم خوب میریزم، قطعاتو خوب میبندم و بازم میبینم که موتور خرابه، موتور لشه. میدونی چرا؟ به خاطر که موتور 150 نمیدونم، خدایش من خودم هم نمیدونم چرا اینجوریه. اکثر کسایی که 150 دارن این مشکل رو بهش برمیخورن، میگن حالا کیفیت ساخت لوازم پایینه یا کلا موتور 150 اینجوریه که نسبت به موتورهای دیگه زودتر لش میشه، زودتر خراب میشه و این مشکلی هم هست که توی موتور 150 میبینیم. دومین ایرادی که موتور 150 داره قیمت نامنصفانشه. میبینی 94 125 رو گذاشتن 10 تومن 11 تومن، 150 94 همون مدل گذاشتن چی؟ 16 تومن 17 تومن. بعد به طرف میگه که آقا چه خبره، مگه 125 با 150 چقدر تفاوت داره؟ نه داداش این 5 دنده است، این استارت داره. بابا 5 دنده است، 25 سی سی بیشتر 1300 که نیست دیگه، فرق آنچنانی نداره با 125. بعد میری رو سر کار وای میسی میبینی استارت خرابه، باتری میخواد، ظاهری ترکیده. خب چه کاریه؟ میرم 125 سوار میشم به خاطر یه استارت، استارتش هم این همه واسه من هزینه داره. دومیش هم شد پس قیمت نامنصفانه. آقا ارزش خرید 150 نسبت به 125 درسته بیشتره، ولی این قیمت نیست که مثلا شما با به خاطر 25 سیسی بیای 5 میلیون 6 میلیون، جایی دیده شده تا 8 میلیون هم کردن تو پاچه طرف و برای فقط توجیهش هم این بوده که موتور 150ه، موتور 5 دنده است و طرف هم با همین استدلالای مسخره تسلیم شده و پولو پرداخت کرده دیگه. بعد که بردن جای دیگه گفته بابا این ارزش موتور شما انقدر نیست. آقا بریم سراغ موتور هیجان انگیز 200 سی سی.
وای نگم، اینو باید ببینی، نقطه قوت و نقطه ضعف اینو باید ببینی، پس بزن که ببین. آقا این موتور 200 ترقص گرگه، تو مسیر نمیمونه، سرگاز بده سرش بیاد بالای میگ میگه. جاهایی دیده شده NS 200 رو گرفته، آپاچی 200 رو گرفته، 180 که قورت میده آپاچی 180 و 150 رو که اصلا چجوری بهت بگم، اصلا آدم حساب نمیکنه، باج نمیده این موتور. بریم حالا نقطه قوت و ضعفش رو بهتون بگیم. آقا اولین نقطه قوت این موتور چیه؟ شتاب و قدرتشه نسبت به چی؟ 125 و 150. یه شتاب و قدرت خیلی زیادی به شما میده و شما کم نمیاری تو جاده دیگه. دنبال شتاب و قدرتی این موتور میتونه انتخاب خیلی خوبی برای شما باشه. دومین آیتمی که نقطه قوت موتور 200 حساب میشه رینگ اسپورت بودنشه. آقا شاید الان بیاری بی کامنت بذاری که آقا چیه رینگ اسپورت هم 125 و 150 فلان شرکت میذارن رو موتورشون. آقا رینگ اسپورت مال هوندا 200. رینگ اسپورت اومد رو هوندا 200، یعنی هوندا 200 رو رینگ اسپورته. میدونی چه جوری میشه وقتی که شما میای روی 125 و 150 رینگ اسپورت میندازی؟ مثل این میشه که مثلا شما رفتی باشگاه فقط داری پا کار میکنی، بالا تنت کوچولو اینجوری فقط پا زدی، رینگا رو نگاه میکنی آه چه رینگ خوشگلی، بعد میای بالا تنه رو نگاه میکنی سیلن سرسیلن اینقدر خواهی همخونی نداره دیگه. رینگ اسپورت با 200 قشنگه، موتور 200 رینگ اسپورتشه که جذابش میکنه و کلن هم موتور 200 با رینگ اسپورت اومد تو بازار از همون اول. حالا هستن شرکت هایی که 200 رو میدن نمیدونم خصیص بازی در میارن، میخوان قیمت رو بیارن پایین، رینگ اسپورت نمیذارن، ولی موتور 200 با رینگ اسپورت جذابه. بریم سراغ سومین نقطه قوت موتور. آقا اگه دقت بکنی چرخ عقب موتورهای 200 که رینگ اسپورته، حالا چه اونایی که رینگ اسپورته چه اونایی که معمولیه، لاستیک توپی میخوره. الان من براتون میارم. آقا این نگاه کن، اگه موتور داشته باشی اینو نشناسی باید تعجب بکنی. این بوشه خب خیلی آسیب پذیره، روی موتورهای 125 150 نصب میشه. جنس خوبش هم بندازی، حالا بستگی به طریقه استفاده شما هم داره، دو ماه سه ماه نهایت چهار ماه بیشتر کار نمیکنه. حالا شاید بعضی میان تو کامنت ها من یک سال پیش عوض کردم، شما استثنایی داشت، ولی تو موتورهای 200 به خاطر که رینگ اسپورته و اونایی که توپی بزرگ دارن اومده چیکار کرده؟ لاستیک گذاشته. این لاستیک ها خیلی دوامش بیشتره نسبت به بوش. جنسش اینجوری ساخته شده، من برای فروش مغازمون از این اگه در ماه تقریبا 50 کارتون بیارم، از این 5 تا کارتون میارم، 55. بخاطر چیه؟ بخاطر اینکه این خیلی دیرتر خراب میشه، ولی این ربره خراب میشه. اینم یکی از نقاط قوت موتور 200 نسبت به 150 125 سی سی. حالا بریم یکم بزنیم تو سرش دیگه. آقا خیلی ازش تعریف کردیم، درسته موتور گرگیه، درسته موتور ترقیه، ولی این نقطه ضعف هم داره. گفتیم این ویدیو باید عادلانه باشه، هر چقدر که یه موتور نقاط قوت داره نقطه ضعف هم داره. بریم نقاط ضعفش رو بهتون بگیم. آقا اولین ایرادی که این موتور داره تنه ضعیف و لرزش زیاد که خیلیاتونو داره اذیت میکنه. میگن که حالا شرکتایی که دارن 200 رو تولید میکنن، تولید که ندارن مونتاژ میکنن، قطعاتش همه از اون بر میاد مونتاژ میکنن، میگن که نمیدونم ما خالجوشو قوی تر کردیم، اون رابطه‌ای که به انجین وصل میشه رو اومدیم تقویت کردیم. آقا اینا به نظر من کشکه. این تنه 125 این شاسی مهارت اینو نداره که مهار بکنه انجین 200 سی سی رو. برای همین هم است که شما میای بهترین لوازم، بهترین آچارکشی انجام میدی و بازم موتور زیر پا لرزش داره. آقا چند نفرتون این مشکل رو دارین تو کامنت ها بگی که پیچای راهنماتون شل میشه میفته، پیچای جاپاییتون خیلی این مشکل داره شل میشه میفته و جاپای همیشه لغ میزنه. به خاطر چیه؟ به خاطر که موتور لرزش داره، تنه نمیتونه مهار بکنه و این ایرادیه که توی موتور 200 سی سی وارده. حالا من به طرفدارای موتور 200 نمیخوام اهانت بکنم، آقا موتور خیلی خوبه، ولی من دارم ایراداشو میگم، خوب نچین از ما. بریم سراغ دومین ضعف این موتور. آقا دومین ایرادی که این موتور داره قطعات یدکیش خیلی گرون‌تره نسبت به 125 و 150.
آقا بیا اینجا لسه. این پیستون 125، این پیستون 200. حقم داره گرون باشه، برای اینکه چون حرارت تو 200 خیلی زیاده و شما اگه بخوای مثلا شرکت تولید کننده اینو همون جنسی که رو 125 زده بیاد رو این بزنه، این پیستون توی سیلند یک ساعت کار نمیکنه. برای همین باید آلیاژ و موادی که داره توی ساخت قطعات یدک 200 میکنه خیلی قطعات بهتری باشه و این همین میاد قیمت رو میبره بالا. من الان تو این تاریخ میخوام این قیمت رو بدم، باز 6 ماه دیگه نیای این ویدیو رو ببینی بگی که بابا این قیمت نیست. این پیستون از 100 تومن شروع میشه، 125 200ش هم از فکر کنم 160 70 تومن شروع میشه. جنس خوبش میره بالای 200000 تومن، جنس خوبه پیستون 200. و سوپاوش گرونتره و انگشتیش گرونتره، قطعات دیگهش گرونتره، شاتونش گرونتره، بولبرینگ میلنگش خیلی گرونتره. برای مثال شما اگه بخوای یه موتور 125 تعمیر اساسی بکنه، چیز هلوشه 1 تومن تا 1700 پیاده میشه، ولی اگه بخوای موتور 200 تعمیر اساسی کنی میره بالای 2 میلیون تومن. اگه موتور خیلی آسیب دیده باشه 3 میلیون هم رد میکنه. قطعات 200 خیلی گرونتره نسبت به 125. آقا یه حقیقتی هم هست دیگه، هر چقدر حجم موتور میره بالاتر قطعات یدکیش گرونتر میشه. خب یکی دیگه هم ایرادی که به این موتور وارده که میشه ایراد چندان فکر کنم سوم بشه دیگه، سومی ایراد مصرف بالای بنزین این موتوره. آقا موتور 200 و سوپاپش بزرگتره، رنگ و پیستونش بزرگتره، اون محفظه احتراق بزرگتره، خب معلومه که مصرف بنزینش هم بیشتره. اون شتابی که شما دنبالشی باید تو حلقومش بنزین بریزی که راه بره، سرش میاد بالا حال میده چی؟ بنزین میخوره، مصرف نمیکنه، بنزین رو میخوره نسبت به چی؟ 125. آره میخوره دیگه. خب حالا بریم یه جنبندی بکنیم اینایی که این همه توضیح دادیم. جنبندی این توضیحات ما این شد که اون موتوری که شما دنبالشی بستگی به نیازت داره. کسی نمیتونه بگه که موتور 125 بهتر از 150 یا 200 از همه اینا سرتره. نه، من تو این ویدیو هم اگه دقت کرده باشی از هر موتوری یه دونه نقطه قوت گفتم، یه دونه نقطه ضعف گفتم. شما بر اساس نیازته که اون موتور میشه بهترین موتور برای شما. آقا ما که به اصطلاح موتور فروش نیستیم که بیایم رو موتور برای شما توضیح بدیم، ولی لوازم فروشیم، لوازمشو داریم. موتور این پیستون 125، موتور 125 شد به درد چه کسایی میخوره؟ کسایی که میخوان یه موتور تو شهری داشته باشن که مصرف بنزینش کم باشه، استهلاکش کم باشه و کم خرج باشه دیگه. حالا واسه شون هم زیاد شتاب و سرعت و اینجور چیزا مهم نیست، فقط میخوان کارشون را بیفته. این شد 120 به درد اون افراد میخوره. موتور 150 به درد چه کسایی میخوره؟ به درد کسایی میخوره که حالا علاوه بر اینکه میخوان موتورشون کم هزینه باشه، یه آیتمای بیشتری هم داشته باشه، مثلا مثل استارت. استارت کارشون رو دوست دارن با استارت باشه و استارت کارشون رو بهتر راه میندازه. این به درد موتور 150، به درد مثلا اون پیره مردایی میخوره که نمیخوان حالا هندل استفاده کنن، برای اینکه حالا ناتوانن و توان اینو ندارن که بیان و از هندل استفاده کنن که موتورشون راه بیفته. موتور 200 سی سی به درد چه کسایی میخوره؟ موتور 200 سی سی به درد کسایی که دنبال هیجانن، دنبال سرعتن، دنبال قدرت و شتاب و رخ جذابن. آقا موتور 200 کلا موتور خوشرخ‌تریه نسبت به 125 و 150. موتوریه که جوان پسندتره، موتوریه که جوانا بیشتر جذبش میشن. و حالا اگه شما موتوری میخوای که جذابتر باشه، خوشگلتر باشه، هزینه هاش هم باید بپردازی. گفتیم که هزینه نگهداری 200 خیلی بیشتر از 150 و نسبت به 125 هزینهش خیلی بیشتره. پس شد جنبندی ویدیو ما این. کلن میخوام این ویدیو رو خلاصش بکنم تو یه خط. 125 موتوریه که استهلاکش پایینه، کم خرجه، 150 آپشن داره مثلا اسار، و 200 هم موتوریه که همه اینا رو داره به علاوه یه شتاب و قدرت خیلی زیاد و اینی که آقا رینگ سپورت هم هست دیگه. ممنون که تا اینجا ویدیو رو همراهی کردی. آقا اینجا الان فکر کنم به شما داره یه ویدیو نشون میده. ما گل سرسبد ویدیوهای هفته رو میذاریم آخر هر ویدیویی.
ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردی. تو قسمت‌های بعدی هم ما سعی می‌کنیم از برند موتورا بذاریم کدوم برند بهتر از برندهای دیگه است، کیفیت کدوم ما بهتره، آپشن‌هایی که برندهای دیگه دارن نسبت به برندهای قبلی کدوم بهتره، همه رو توضیح میدیم. ممنون که تا اینجا همراهی کردیم.